جمع باشید. خیلی خوش آمدید. درود بر شما آقای فروزنده، خیلی خیلی سپاسگزارم من دعوت کردین. درود میفرستم خدمت هموطنان، همزبانان، بزرگواران هر جا که هستید. آقای مشیری، امروز میخوایم به دین بپردازیم و چرا امروز این ضرورت وجود داره تا به نقد ادیان بپردازیم. ابتدا من فکر کنم باید یه سری واژه ها رو تعریف کرد، نگاهش کرد. بله بله آقای فروزنده، شما همین فیلم هایی که نشان دادید من رو به یاد سخنی از راسل انداخ. برتران راسل میگوید نگوید این آخوندها بد هستن، اصل قضیه خوب بوده است. میگوید که چارچوب کار رو بنیانگذاران دین گذاشتن، اینها مجریان هستن که کار انجام میدن. همین صحنه سنگسار که ملاحظه فرمودید که وحشیانه ترین، سبعانه ترین، غیر انسانی ترین وجهی است که ممکن است کسی رو تنبیه بکنن، این عرض میکنم که یادگار اسلام عزیز هست، اسلام پربرکت، که البته از یهود گرفته. به لحاظ اینکه ما میدانیم که این اسلام عزیز التقاطی است از آیین یهود و آیین زرتشت و درآمیخته با فرهنگ عرب. این داستان جنایت فجی که حقیقتا تن انسان میلرزه و پشت انسان به لرزه در میاد در این روزگار، اون زن بیچاره در میان اون سنگ ها، اینها رو ما از دین داریم آقای فروزنده، از دستورات دین داریم، از احکام دین داریم. هر کاری که اینا کردن تا به امروز که طالبان کرده است و آخوندهای خودمان کردن، هیچ کدامش غیر اسلامی و غیر دینی نبوده است. این یک مطلب. فرمودی تعاریف اساسا ریلیجن زبان انگلیسی و دین تعریفی جز این دارد. در واقع دین یعنی مذهب و اندیشه دینی مذهبی عبارت است از اندیشه کاملا فراسوی قضایای مادی جهان و پرداختن به معنویات. اینو میگن تفکر دینی. اسلام چیز دیگری است. در واقع به گمان من اسلام دین نیست، بلکه یک حزب سیاسی بوده با تقلیدهای از دین. یعنی شما تصور بفرمایید که یک عده‌ای یا یک کسی بیاید به یک پیشنهادی به شما بکند برای اینکه آیین رو بپذیرید. خیلی خوب، رسم چنان بوده است در اون چه ما در داستان‌های بنیانگذاران دین دیدیم، در داستان‌های ادیان ایرانی، ادیان هندی یا همین ادیان ابراهیمی به قول معروف، که این بوده است که کسی عرض می‌کنه مطلبی رو عرضه می‌کرده، بعضی کسان می‌پذیرفتن، بعضی کسان هم نمی‌پذیرفتن. اما اجبار و الزام و تحمیل و وحشت و قتل برای پذیرش دین رو اسلام آغاز کرده. یعنی شما اگر که مطالعه بفرمایید که زندگی بنیانگذار اسلام در مکه به مدت 13 سال همه این سخنان رو گفته، سخنان شاعرانه است، لمسی از انسانیت هم دارد البته، اما وقتی رو نپذیرفتن و بیرون کردن، ایشان طرح قتال و جدال و تحمیل. من میخوام خدمت شما عرض کنم که کل عربستان با فشار و اختناق و قتل عام، قتل عام تسلیم شده. ما این رو نمیدانستیم بچه بودی. یعنی بعد از رحلت بنیانگذار اسلام همه این اعراب بادیه بازگشتن به دین اجدادی و اینجا لشکرهای آماده رو ابوبکر فرستاده قتل عام کردن، قتل عام کردن اعراب رو به زور پذیرفتن. در واقع این اسلام همون مایه تسلیم هست، تسلیم. بعد کل ایران تا مرز چین با قتل عام و غارت از میکنن تسلیم شده است و همچنین از آفریقا. بله، این است که میخواستم به شما عرض کنم که این داستان اسلام با همه مذاهب بسیار بسیار تفاوت دارد. یعنی در اون عنصر زور هست، عنصر تحمیل هست و اعمال غیر انسانی هست، مخالفات شگفت‌انگیز هست که البته با عرض میکنم که تعبیر و تبیین و تفسیرهایی که دوستان میکنن یک لاپوشانی میخوان همواره از این کاستی ها و عرض کنم که در بطن اسلام هست بنماید. این همون ها شما دیدیم قولتا. اگر بخواییم فرمودید که اسلام یک التقاطی است از یهودیت، بله، و زرتشتیت، بله، از هر کدوم چیا رو گرفته؟ ببینید تمام مراسم و مناسکش چیز است، یهودی است. ساختار دینی زرتشتی است. خدمت شما عرض میکنم ساختار اسلام یه الله دارد، بهشت و جهنم، فرشتگان، این ساختار آیین زرتشتی یک مخترعات خود ماست در واقع
که البته شما میدانید که در آیین یهود مرگ پایان زندگی است، در تورات کوچکترین اشاره‌ای به زندگی بعد از مرگ نیست. از طریق در واقع این میشنری های زرتشتی هست که به اطراف اکناف مصر و جاهایی سفر کردن و اندیشه های فلسفی زرتشت گسترش دادن، وارد مسیحیت شده است و وارد اسلام شد. بنابراین ساختار کلیش از نظر ساختمان دین زرتشتی است. به لحاظ عرض میکنم پایه های احکامش اینا همه یهودی است، به جز جهاد و زکات هیچ چیزی در اسلام اصیل نیست که از خودش باشه. روزش، نمازش، عرض میکنم که سایر مراتب از چه بخوریم چه نخوریم، ختنش، حلال بودن فلان حیوان، حرام بودن فلان حیوان، همه مراتب رو عرض میکنم که از آیین یهود گرفته. یک کپی برداری هست از آیین یهود، متکی هست به دین یهود، میگوید من اینها برادران من هستند، یوسف برادرم، موسی برادرم، به نوعی هر دو دین رو مصادره کردن و در این عرض میکنم قالب اسلام ریختن. این حقایق امور هست و عرب هم نپذیرفتن. این است که قتل و غارت و اینها شروع شد و گرفتن سر گردنه ها و زدن اموال اینها و زور و اجبار، و در همزمان با زور و اجبار تحریک کردن زشت‌ترین ابعاد حیات اعراب، یعنی بهره‌کشی جنسی و سرقت اموال، گرفتن غنیمت. بنابراین یک نیروی جنگی درست شد به طمع گرفتن اموال مردم و همچنین بهشت موعود. حالا من وارد قضیه نخواهم شد، شاید به بد نباشد که بگوییم که اساسا سرچشمه دین در پیدایش ضعف انسان بوده است، ترس بوده است و طمع، و امروز هم ترس است و طمع، ترس و جهل، ترس و طمع. اما ترس پایه اصلی این است، وقتی که انسان همواره، البته دین یادگار روزگار قدیم هست، روزگار نادانی انسان هست، و به قول شوپنهاور شما خدمت هموطنان عرض کردم که انسان نادان بود، چیزی نمیدانست، متحیر بود، شگفت زده بود، به این آسمان ها نگاه میکرد و مرتب خودش سوالات فلسفی میکرد که ما که هستیم، کجا هستیم، برای چه آمده ایم و کجا میرویم. و چون این سوال ها علمی نبود و سوال ها بی جواب ماند، آدم های پیدا شدن که آمدن گفتن سلونی قبل ان تفقدونی، من از اون بالا اومدم، سوال رو از من بکنید، و سوال میکردن، همواره توضیح مربوض، همواره سخنان نادرست و به لحاظ علمی غلط میگفتن، اینا بیچاره میپذیرفتن. در جمع فرمایید این داستانش بوده. یعنی اگر انسان دانشی میداشت که فرض کنی ستارگان چگونه هستن، از باب خلقت چگونه بوده، ما اینا رو قرن 18 19 فهمیدیم. یعنی تو قرن 18 انسان آب رو هم نمیشناخته، اکسیژن رو نمیشناخته، علت سوختن اشیاء رو نمیدانسته. متوجه هم هستین؟ اینها رو علم گشوده. بنابراین در انسان در منتهای نادانی و ضعف این است که یک جای خالی در ذهنش برای پذیرفتن این داستان‌ها داشته. تا به حالا اونجا که به اسلام مربوط است اعراب نپذیرفتن، ایستادگی کردن، یعنی سخنان الله اونقدر مستدل نبود که اعراب مکه بپذیرن. بعد با شمشیر آمدن و فتح مکه کردن و از ترس شمشیر اعراب بزرگ شدن. ما را هم که غارت کردن مدت 700 سال و کل آفریقا و این منطقه، یعنی شرق آفریقا و کل ایران تا مرز چین به ضرب شمشیر غارت و دزدی اینها عرض میکنم که به آیین منور اسلام وارد شده بود. اشاره کردید که داستان بهشت و دوزخ این رو از آیین زرتشت. بله بله بله. حالا پرسش من از شما این است که آیا خود زرتشت، چون اون چه که از زرتشت مستقیم من داریم اگر اشتباه نکنم گاتهای زرتشت هست. بله این حتی در اونجا نیست. درست. در دین زرتشت هست، یعنی در اوستا هست. بله بله بله. یعنی ساخته ایرانیان هست به نام زرتشت. Absolutely. درسته؟ Absolutely. بنابراین این چطور تونسته نفوذ بکنه؟ یعنی محمد تا آیا با این ترتیب آشنا بوده با تعلیمات زرتشت؟ مطلب که فرمودین صحیح هست. یعنی ما وقتی رسیدیم به روزگار ابتدای ساسانیان، بعد از قریب 600 سال حکومت تقریبا آزاد اشکانیان که اینا سختگیر در زمین دین نبودن، به جهت اینکه فکرشون رنگ یونانی داشت، اینا بعد از اسکندر و در واقع سرداران او آمده بودن و نفوذ تفکر یونانی بود. این است که با تولید مسیحیت در اروپا، این دوستان ساسانی ما که از اردشیر آغاز شده است، گفتن که ما هم باید یک چتر ایدئولوژیک داشته باشیم که بتوانیم در مقابل اونها ایستادگی بکنیم. یکی از اندیشه‌ها این بوده. بنابراین با شدت و حدت تمام و با خشونت بسیار
حتی ما یک جنایتکار بزرگ به نام کثیر داریم که بسیار از خلخالی بدتر بوده. بنابراین اینا جمع‌آوری عرض می‌کنم اوستا کردن و به جای رسیده است که این اوستا در واقع اون اوستای و سخن زرتشت نیست. هر چه علم و معرفت می‌آموختن در این کتاب وارد می‌کردن. اون چه اصیل هست در واقع همون گاتاها هستن که از اشو زرتشت هست و مابقی کتاب رو افسوده شده است در واقع به صورت یک سنت و یک دین در آمده. و اینکه فرمودید ناراضیان روزگار ساسانی بسیار بودند که می‌گریختن و ما بایستی تاریخ جزیره العرب رو بدانیم. اینجا یه مکانی بود آزاد با مردمانی آزاده. دو مجلد بسیار بسیار علمی جمع‌آوری ام شریف در همین هند هندوستان شده و به انگلیسی است. فکر می‌کنم شاید هم به فارسی ترجمه شده باشه. بخش فصل اول توضیح میده از شرایط اجتماعی عربستان. در اونجا یهودیان بودن، در اونجا مسیحیان بودن، در اونجا همه ادیان و اندیشه های ایرانی و غیر ایرانی و هندی اینها جمع بود. و فزون بر این ما شخصیت هایی داریم مثل سلمان فارسی که این بزرگترین ادوایزر بنیانگذار اسلام بوده، زرتشتی بوده، آیین شعبت کرده و چه و چه، رفته اونجا اسارت گرفتن، ایشون رو خریدن. حتی میگوید که سلمان از من است، اونقدر نزدیک بوده و نه تنها به او یاد میداده است آیین زرتشت رو به درستی، بلکه مشاور جنگی او هم بوده. در واقع از شیوه های و تاکتیک های جنگی ایرانی که بسیار پیشرفته بوده او یاد میداده. حالا یه نمونهش عرض میکنم در موضوع خندق، جنگ خندق، اعراب مدینه دو بار به اینها حمله کردن. اینا یکی جنگ خندق هست و مشهور است که عرض کنم که وقتی امر آمده است سوار بر اون اسب به نام محلوب، میگوید که به خدای کعبه سوگند که این کار پارسیان است. مقصود این است که سلمان پارسی حتی تا جایی رفت پیش رفته بود نفوذ سلمان که عرب میگفتن این پارسی به ایشون یاد میده چی بنویسه، که در قرآن به صراحت میگوید این مرد پارسی است، یعنی که مثلا عربی نمیدونه. با این ترتیب محمد دین رو میاره و روشی رو میاره که دموکراسی موجود و اون تنوع فکری رنگین کمان جزیره العرب رو نابود میکنه. درود بر تو. این اعراب بیابانی بودن بله، ولی اشراف در میان اینها بود، فضلا در میان اینها بود، آدم های بزرگ داشتن اینها. ما را از بچگی شستشوی مغزی دادن و با این برچسب های بیهوده و نادرست میگوین دوران جاهلی، دوران جاهلی. آقا هر چه آدم بزرگ ما در اسلام داریم پروردگان جاهلی است. علی، عمر، ابوبکر، ابو عبیده جراح، همه رجال بزرگ اسلام استخوناشون در جاهلی ساخته، پس جاهلی نبوده. شعرهای بزرگ داشتن، اینا صاحب تاریخ و فرهنگ بودن، در واقع فضیلت‌های انسانی خیلی خیلی خوب داشتن، مثل فتوت، جوانمردی، پناه دادن ضعیف و مهمون نوازی و دلاوری فضیلت‌های عرب بوده. اما اسلام که آمده است برای اینکه خار بکند روزگار عرب رو و توجیه بکند همه این قتل‌ها و غارت‌ها رو و تخریب‌ها رو، اینها آمدن گفتن جاهلی جاهلی. بعد که پرسیدن مفسرین و عرض میکنم که کسانی که در این کار هستن و دائم در حال مالکیشی هستن، گفتن نه تنها در عرب جاهلی بوده، کل جهان بشر در جاهلیت مطلق بوده است، از تمدن مصر و چین و ایران و غیره تا اینکه جهان به نور اسلام منور شده است و درست شده. بله خیلی حرف زیبایی زدید. اونجا آزادی بوده، آزادی دینی. ببینید اعراب ممکن بود بستر یک شتر با هم دعوا بکنن. بسیار دیده شده است که فرض کنید یک شتری رفته بیرون، چون زندگی اعراب با شتر بوده. ما بخوایم اعراب روزگار قدیم بشناسیم، واسه شتر رو در مرکز بگذاریم. از نظر اقتصاد، از نظر حمل و نقل، زندگی اقتصادیش با این حیوان بوده. واری وقتی که یک شتر رفته بیرون، ابن عسیر یک جنگ بزرگ عرب رو برای ما گزارش میکنه، جنگ های پیش از اسلام. میگوید که یک عربی، یک بچه‌ای یه تیر انداخت، خورد به پستان این شتر و شتر خونالود آمد. این باعث جنگ خونین شد بین دو قبیله. اما جنگ دینی مذهبی ما نمیبینه. جالب اینجاست، یعنی همین کعبه به همین وجهی که هست، این مراسم و مناسک که حج و همه اینها کار جاهلی است. در واقع کارون هیچی محمد اضافه نکرده. تنها چیزی که اضافه شده است که اگه او میگفت یا لات یا عزا، میگاد یا الله یا الله. طبری ما میگوید که 360 بت در این کعبه بود و اینها و به علاوه چند بت بزرگ دیگر مثل فرض کنید که لات و عزا و هبل و اینها هم داشتن. جز اینها بتخانه های دیگر هم داشتن که به آزادی می آمدن. این ماه های حرام، ماه های حرام یعنی این که
اعراب به معنی که ماهای حرام میرسید شمشیرها رو می آویختن، روزگار صلح و دوستی میرسید، خرید میکردن در بازار اوکاز و جاهای دیگر، خصومت ها رو کنار میذاشتن، آشتی میکردن، یه در واقع فستیوال شعر داشتن که اعراب قصاید خود رو میخواندن و بهترینش رو به خانه کعبه می آویختن و بعد به زیارت بت ها می آمدند و می رفتن. یعنی چهار ماه خونریزی مطلق نبود و هیچ کس پیدا نشده است که بگوید بت من از بت تو بهتر است، یا اینکه من به واسطه ای که بتم چشماش یاقوته به تو برترم چه چیزی نبود. بنابراین یک تحمل و تساهل فوق العاده ای رو ما در کار دین می بینیم. اما اسلام که پیدا شده است همه اینها رو از میان برده. در واقع پیشرفت اسلام با تخریب معابد دیگران آغاز شده. شما ببینید که چقدر وحشتناکه. شما معابد دیگران اینها رو یک دست و یک پارچه عرض میکنم که زیر یک پارچه در برده است و تلون تفکر رو در از میان برداشته. همه گفته شما از عیسی هستین، هر کس هم نست او رو بکشید یا به زور به اسلام وادار کرد بکند، کما اینکه عرض کردم ابوبکر کرده و شده است که در واقع اون تلون فکری که طبیعت این بیابان ایجاب بکند اینها رو از میان ورته برده. بله درست گفتی. این که اسلام معتقد است با اومدنش برای زن حقوق فوق‌العاده قائل شدی قبلا وجود نداشته، این در تضاد با این صحبت‌های شما قرار میگیره. بله. یک جامعه پیشرفته که شما میفرمایید که از نظر فرهنگی این همه همگونی رو تعمل بله. میکرده بله. این غیر منطقی به نظر میاد که در مورد زن بچه های دخترشون رو در آغاز دفن بکنن، به خاک بسپرن و حقوقشون رو عده بگیرن. یک سر دروغ آقای فروزنده، کمپلیکلی دروغ این داستان. به شما عرض میکنم چگونه است. زن رو اسلام زنده به گور کرده. یعنی من با قاطعیت خدمت شما در این دوربین نگاه میکنم و عرض میکنم زنده به گوری زن رو اسلام آغاز کرده و هنوز زن در اسلام زنده به گوره. زنده به گوری یعنی یک گونی به سر او بکشیم، بیاندازیمش از فعالیت های اجتماعی یک سر بیرونش بکنیم، حقوقش رو در نظر نگیریم. خدمت شما اجازه بدید تاریخ زنها را یکم اشاره بکنم. ببینید زن در تاریخ عرب به بچی نبود است که گفتن. در باب زنده به گور کردن مواردی بوده است، بسیار شاذ و نادر بوده. امروز در هندوستان هست، بچه های دختر رو میگذارن اونجا تا گرسنگی بمیره. دلیلش هم فقره، به جهت اینکه در هندوستان همه مخارج عروسی بر عهده دختره. در چین به قول اینجا میگن ابسشن، یک ابسشن عجیبی برای پسر دارن. من یک دوست آمریکایی داشتم، یه خانم جوانی بود، در چین سالها برای استیت دپارتمان کار میکرد، مترجم چینی اون دسک بود. به من میگفت که ما اونجا که میرفتیم تعجب کردیم که صبح به صبح که این کارگرای شهرداری میگردن در این زباله ها رو خالی کنن، بچه های نوزاد دختر میبینیم. به خاطر پسر میاندازه دوست داره. ما نمیتوانیم جامعه چین رو جاهلی بنامیم یا وحشی بنامیم که این کارو میکنن. این یک چیز فرهنگی منحوسی باید از بین بره. در روزگار عرب نه تنها چنین نبوده، بلکه دختر سبب قوی تر شدن قدرت قبیله از طریق ازدواج میشده. شما اگر نگاه بکنید از صدر اسلام تا علی اینا همه به هم دختر این زن اون است، خواهر اون زن این است، اینها و به طریق ازدواج هست. و اتفاقا برعکس، شما در تمام دیوان شعرهای عرب در روزگار جاهلی هیچ چیز زن ستیز نمیبینید. سهل است که در صفت زیبایی های زن، چه قصاید زیبا، چه اشعار زیبا، و عرب زنان رو بسیار بسیار دوست داشتن و زن میتوانست به واسطه صد نبودن راهش بتواند به بالاترین مراتب اجتماعی برسد. نمونهش خدیجه بنت خویلد، زن اول رسول، مگر بزرگترین تاجر نبود؟ آیا بعد از اسلام محمد شما یک زن تاجر در تمام تاریخ اسلام سراغ دارید؟ امکان ندارد. یا ما یک زن داریم که در واقع ادعای پیغمبری کرده و در اندک مدتی، در انسجاه اندک مدتی 30,000 نفر به دین زن گرویدن، یعنی قبول میکردن که این زن پیامبر است، درسته؟ یا ما عایشه رو داریم، عایشه بنت ابی بکر یا ابو بکر، که این زن زاده همون در واقع مقطع اسلام و جاهلی هست، اما ذهنیت همون ذهنیت هست. نتوانستن به او تحمیل بکنن اون محدودیت هایی که بعد اتفاق افتاد. این زن لشکرکشی کرده. الان در تاریخ جهان مایه افتخار زنان یکیش عایشه است، فرماندهی 30,000 لشکر عرب رو به عهده گرفته و اعراب به فرمان او گردن نهادن و در جنگ جمل بیشتر از 30,000 تا کشته شد
و فرمودم عایشه بود. آیا شما بعدش کسی این سراغ دارید؟ یا یک دختری داریم به نام سلما که این رو به طبق معمول گرفتن و آوردن و برده کردن، چون اسلام هم برده فروش بوده هم برده میکرد، از طریق زندگی میکردن. مدینه منوره بزرگترین مرکز برده فروشی بوده، حالا نمیدونم نورش از کجاست. این دختر رو میگیرن و میآورن و کلفتی رو عرض میکنم که رسیدگی به شترها و شستشوی لباسها و این زن بزرگواری بود، از تبار بزرگان بود. میگوید ای عایشه اجازه میدین من برم به قبیلم سری بزنم و پدر مادرم هم مسلمان بکنم؟ میگه اشکالی نداره، بهش مرخصی میده. به محض رسیدن فرماندهی یک سپاه جنگی رو این زن بر عهده میگیره و چندین بار سپاه اسلام رو شکست میده که مجبور میشه من بزرگترین جنرال اسلام که خالد بن ولید باشه به جنگ این زن بفرستن فرماندهی میکرد. شما بعد از اون یه چنین چیزی سراغ دارید؟ این اسلام عزیز با قوانینش و همین حرفایی که در باب زن زده برای ابد زن رو فروتر از مرد قرار داده. به صراحت 32 یا 33 سوره نساء هست که الرجال قوامون علی النساء و به ما فضل الله بعضه بلا بعض که توی چیز هست، این برای همیشه زن رو سیتیزن درجه دو قرار داده. اول اینکه باید شما یک پارچه سیاه به سرش بیندازی، در ارث این چنین، در شهادت میچین مسخره است که شهادت زن، چون میگن عقل نداره و عقلش کمه و مولای متقیان صراحتی دارد در این بار که زن عقلش کم است، این چشمش نمیبینه زن. چون شما میدونید در قوانین اسلام پر برکت شهادت دو تا زن برای یک مرد اندازه یک مرد، درسته؟ بله بله. این است که این سخنان بیهوده و لاطائل رو که به ما گفتن و خورانیدن، همه اعراب دخترانشون رو به گور میکردن به اولاخوندا، اسلام پر برکت آمد نشاند. آقا این چه داستانی است؟ این یک دروغ تاریخی بزرگی است. به جهت ما زنان بزرگ رو میبینیم، حالا الحمدلله و حمدلله و المنه آخوندا وجود خدیجه نمیتونن انکار بکنن، یا سجا که ادعای پیغمبری کرد و 30,000 نفر پیرو پیدا کرد، اصلا میسر نیستم روز چنین چیزی. بنابراین برای ابد از زمانی که احکام اسلام در باب زن به طور جزمی و قطعی جای افتاد، زن از صحنه فعالیت های اجتماعی سر بیرون رفت. اصلا ما تاریخ عشق در اسلام نداریم. شما یه عاشق بزرگ در اسلام نشون بدید. یک نویسنده خارجی میگه ببین اینا چه بدبخت هایی هستن این مسلمان ها، که بزرگ داستان عشقیشون عشق مرد 57-8 ساله است به یه دختر 7 ساله که خود حضرت باشه، یا عایشه بدبخت بیچاره 7 ساله رو یا آقا عاشقش بوده، میگه اینم داستان رمانتیک مسلمان هاست. ببینید ما تمام داستان های عشق مربوط است به قبل از اسلام. در تاریخ ما خسرو شیرین، شیرین فرهاد، بیس و رامین، همه به جهت اینکه بعد از اینکه اسلام آمده زن که میری میخری، آقا چیزی که شما میخری و اینقدر در دسترس هست و همین امروز هم شما شیوخ عرب رو میبینید که راه افتاده 10-15 نفر سیاه پوش به دنبالش، این ارزش عاشق شدن نداره. آقای فروزنده شما که بتوانی 70 سالت باشی یه دختر 9 ساله رو بگیری یا هر چی دلت میخواد بگیری، 4 تا بگیری در اون نمیدونم سنت هر چی دلت میخواد صیغه، این عاشق هم چیزی نمیشی، درسته؟ بنابراین شما یک داستان عشقی رمانتیک در تاریخ اسلام پیدا نمیکنید و به همین دلیل این اصولا عشق جایی در اسلام نه نداره دیگه، در قرآن هم نیست اصلا عشق جایی نداره. درود بر شما، اصلا عشق جایی نداره. پدران ما ایرانیان بزرگوار عرض می شود که نشستن این خشکی و جمود رو بر نمی تافتن، یعنی یک دین آمده بیابانی با اندیشه بیابانی، آدمهای بیابانی، تفکر بیابانی، خداش بیابانی، اینا آمدن. بنابراین این جمود و خشکی رو با تصوف خواستن که این رو چیکار بکنن، قابل تحمل بکنن و دورش بزنن. بنابراین این فرهنگ عشق در فرهنگ ایران زمین، مکتب عشق، یک مکتب بسیار بسیار عظیم و انسانی است که به میان آمده و در اسلام شما در همه قرآن واژه عشق رو پیدا نمی‌کنید. بینندگان ارجمند، آیا بهرام مشیری شخصیت دین ستیز است، برای ستیزیدن و جنگیدن با دین آمده است، به دین اعتقادی ندارد، معتقد است سعادت بشر در بیدینی است؟ و در فردای ایران اگر اندیشه های بهرام مشیری و اندیشه های از نوع بهرام مشیری بخواهد حاکم شود، آیا اهل دین در معرض خطرند یا خیر؟ این صحبت دین ستیزی یک سر خطا است. من فکر میکنم اگر که گندگوی نباشد یک آدم عدالت خواه آزادی خواه هستم. آزادی خواه یعنی اون کسی که برای مردمش آزادی بخواهد در همه جنبه. آزادی قید و شرط ندارد، غیر شرط رو فقط قانون معلوم میکنه. بنابراین ما
بایستی ما به یک جامعه برسیم که یهودی، که بهایی، که بیدین، شیعه و سنی، هر کسی به هر دینی و آیینی بتواند کار خودش انجام بده، به اون چیزی که معتقد هست به تمرکز کنه، برای اطلاع روحش، برای ارضای خاطرش، به هر دلیل که ببسن. بنابراین ما دین ستیزی نمی کنیم اینجا. ما داریم مانع آزادی رو نقد می کنیم. مانع آزادی امروز در کشور ما حکومت فاشیستی دینی است. اگر بنشینیم بگوییم که این آخوند خوب است، اون آخوند بد است، درست مثل که یک شجره خبیثه ما داریم اونجا که داریم ما با شاخه‌هاش بازی میکنیم. ما باید برگردیم ریشه این دین رو، فرصت به دست ما آمده. آقای فروزنده، هیچ ملتی تا این حد پرداخت نکرده برای این دین. اینا یه قرآنی برای ایرانیان آوردن که هیچ که ازش هیچی نفهمید. 656 سال مملکت ما رو غارت کردن، صدها هزار نفر ایرانیان کشتن، دختران نوجوان ایرانیان رو بردن ریپ کردن و فروختن. امروز دوباره این سرطان برکشیده و نگاه بکنید به این وضعیتی که شما این همین تابلوهایی که نشون دادید از دار کشیدن. قیمت سنگینی ما برای این دین پرداختن، مدنیت ما رو از میان برداشتن، بزرگواری ما رو از بین بردن. ما سنگین ترین قیمت ها رو پرداخت کردیم. بنابراین امروز که دوباره این عود کرده، در واقع ما باید بتوانیم این رو نقد بکنیم، نشان بدهیم اون مشروعیتی که اینها برای متصور هستن، اون مشروعیت رو دارا نیستن. یعنی سخنانی که میگوین پای و اساس درستی نداره و باید این دین رو دوباره شناخت. وقتی این رو بشناسیم، اینها رو میشناسیم، میتوانیم بین مبارزه بکنیم. بنابراین مخلص اینجا درود میفرستم به همه مؤمنین، به هر دینی که هستن. اساسا نگاه من به جهان دینی نیست، اما با این اسلام ما مشکل داریم. امروز شما نگاه کنید این صحنه های فجیع، حیثیت تاریخ ما رو میبره. یک کسی از دور نگاه میکنه، یک زن خونالود نشسته، یک عده اجامر و اوباش جاهل سنگ ها برداشتن به سر این زن میزنن، اینو به حساب ما ایرانی ها میگذارن. یعنی اینا آبروی و حیثیت ما رو بردن در جهان. بزنین هم ایرانی ها هستن دیگه، اینا حکومتشون رو اینا تماشا چه میکنن. بنابراین ما باید این دین رو نقد کنیم، بگوییم سنگسار منحوس است، بگوییم اعدام و دست بریدن و چشم بریدن و اونچه در باب زن هست، اینها کار ضد بشری است و اینها از دین برخواسته. و ما بایستی بتوانیم دین رو از صحنه سیاست، نه جزئی، نه یک کمی، تمام کلیتش رو بایستی ما بیرون بکنیم، بفرستیم سر قبرها و مساجد که بودن، چون کار دین از قبر به بعده. حجت الاسلام جاش وزارت امور خارجه نیست، آخون امیر لشکر نمیشه باشه. ببینین ادبار و بدبختی و نکبتی که در جامعه ما هست از همینه آقای فروزنده. این است که اونایی که به ما بچسب دین ستیز میزنن، این کار یک سر خطاست. ما جستجوگر آزادی هستیم و مانعش رو امروز حکومت دینی میبینیم. آقای مشیری، وقتی میخوایم دین رو نقد بکنیم، یعنی ما یه مترهایی داریم که اون مترها رو میذاریم در مقابل محتوای دین و شروع میکنیم به نقد کردن، درسته؟ درود بر شما. بسیار. این مترهای ما چیه؟ مترهای ما عقل قربان. ببینید، دین مبتنی است بر تسلیم و تعبد. زمینه تسلیم و تعبد و ایمان که بسیار بسیار خطرناک است و خطرناکتر از ایمان من چیزی نمیشناسم، این جایگاه خرد نداره، یعنی جایی برای عقل باقی نمیذاره. این در ایمان خرد و عقل جایی نه وجود نداره قربان. در ایمان شما وقتی مؤمن شدی به امری، در واقع همون شکل همون اسب استاری است که ایدئولوژی شدید، دیگه استدلال رو قبول نمیکنید. بنابراین در اونجا خرد جا نداره. متر انسانیت و خرد هست، انسانیت و خرد هست. یعنی تنها قاضی در این یونیورس، تنها قاضی که خوب و بد رو تشخیص میده، الله مدینه و نمیدونم یهوه و اینا نیست، خرده آقای فروزنده. خرد تنها، ما با خردمون زندگی میکنیم، ما با خردمان هست که داره ارزش هستیم، اندیشه انسان هست که داره ارزش هست، خرد هست که خوب و بد رو تشخیص داده و این کشف های عظیم علمی که دستاورد انسان هست از خرد بود، از دین که نبوده. دین هیچ خدمتی نکرده، هیچ کشفی نکرده. دریغ یک قرص آسپرین که بماند که یک دوای نمیدونم دل دردم ازش بر نیامده. بنابراین از روزگار قدیم که نقد دین در واقع راجع است به یونان و دیاگوراس، دیاگوراس آف ملوس. میدونید که یونان مجموع جزایری بوده است، صدها بلکه هزارها جزیره، و چون اینجا حکومت مرکزی و مملکت بزرگ نبود، استبداد هم نبود، نمیشد باشه، حکومت های شهری بودن. بنابراین این فیلسوفا رو به اسم جزیره شون میشناسن.
این دیاگوراس آف ملوس، یعنی دیاگوراسی که بچه ملوس بود، این ملوس جزیره است. این حدود 500 سال پیش از میلاد شاگرد دموکریتوس هست. دموکریتوس یکی از 4-5 مغز بیدار تاریخ انسان هست. دموکریتوس پدر اتمیسم هست. دموکریتوس کسی است که آمد گفت جهان ساخته از اتم هاست و غیر از اتم و خلاء چیزی نیست. امروز هم تعریفش همینه، میگوید به ظاهر ما گوناگون میبینیم جهان رو، اما در باطن از یک جنس هستن، همه اتم هستن. چنین سخنی 500 سال پیش از میلاد فوق العاده است. این دیاگوراس آف ملوس شاگرد دموکریتوس هست و این نخستین کس است که ما میشناسیم که دین رو نقد کرده، خدایان یونان رو نقد کرده. مشهور است، یکی از سخنان مشهورش این است که آمدن میگفتن آقا تو چرا دین رو قبول نمیکنی؟ ما معجزه رو دیدیم، کسانی که کشتی شکست، کشتیاتش، کسانی که نجات پیدا کردن ما دیدیم و اسمشون هر چطور قرار گفت شما نجات یافتگان رو دیدین، آیا لیست اسامی غرق شدگان رو دارید یا ندارید؟ درجه هستید؟ یعنی اینکه یک نیروی خارجی معبد و طبیعه دخالت نمی کند در یک نجات کشتی و اساسا خداوند، حالا اینم خودش مقالطه است، کاری ندارد به رابطه حسن و حسین و تقی و نقی و اینها. این دیزم که در همین دوران روشنگر به وجود آمد میگوید که خدای بوده است، البته همون حرفای ابن سینا و ایناست که زدن که خدای بوده است و آرشیتکت یونیورس بوده، خلق کرده و بعد یه کاری به کارش نداره، چون قوانینی درش گذاشته و هست که خود اون قوانین جهان رو میگرداند، نیازمند دیوان اینترونشن یعنی دخالت مقدس یا مقدسگونه نیست، خودش داره با جاذبه‌اش حرکت میکنه، بنابراین در امور جزئی خداوند تأثیری نداره و دخالتی نمیکنه. این قوانین رو که گرداننده این هستی هست رو به هم نمیزنه، به خاطر دل حسن و حسین و تغییر کشتن سر حسین رو بریدن، حالا خورشید جابجا بشه یا نمیدونم تیر و علی اصغر زدن حالا ماه بگیری، اینا نیست، امکان نداره چنین چیزی. بنابراین عرض میکنم که نقد دین از این مرد شروع شده، شاگرد دموکریتوس که زندانش کردن و پول زیادی خواستن آزادش بکنن و خود دموکریتوس که استادش بود رو آزاد کرده. این مرد بزرگ نخستین ناقد دین هست در تاریخ یونان. و بعد ما خدمت عرض کنم که اپیکوروس یا اپیقور رو داریم. این مرد بزرگ پدر متریالیسم جهان هست، بسیار انسان بزرگ و بزرگواریست، خدا رو رد میکنه با استدلالهای عقلی. تاریخ یونان متفکران بزرگ دارن. در ایران ما در واقع تا اونجایی که به اسلام عزیز مربوط هست اساسا کسی جرأت این که بگوید این کتاب کوچکترین ذره نفسی داره که نداشته که، آقای فروزنده که قلپی الله این رو در منتهای کمال جمال فرستاده که پر مغالطه است، آقا پر تضاد و مغالطه است. عرض میکنم اظهار نظرهای غلط تاریخی و علمی و عرض میکنم که چیزهای ضد بشری و خشونت، 527 امر خشونت آمیز درش هست که دعوت به خشونت. واژه کارگر یک بار دری به کار نرفته، سرمایه یک بار به کار نرفته، واژه کارفرما، تجارت مطلق در این کتاب شما نمی‌بینید، اما ماشاءالله دعوت به خشونت 600-700 بار، حمله کنید بسیار، توجه می‌کنید؟ واژه عشق هرگز، عشق اصلا صحبتش نکنید، اصلا با اخوندا بگید عشق قیافاشو به هم می‌کشن، میگن که اصلا دون شن آدم دین نیست که عاشق بشه، این زن اصلا قابل نیست کسی عاشق چی بشه. بنابراین هیچ کس جرأت نکرد در تاریخ ما بگه که آقا این قطع دست هم چیز درسته نیست، بابا این در واقع احکام جزایی قرآن که کاملا بیابانی و ساده است، شاید تمام احکامش یک ورق و نیم نباشه روی هم بذارید. بعد آمدن و چه کردن؟ اعمال صحابه و سیرت رسول الله رو اضافه کردن که بتوانن مغالطه بکنن، چون وقتی اسلام رسید است به ایران این قبای بیابانی کوتاه بسیار کوتاه بوده بر اندام یک جامعه پیشرفته مدنی مثل ایران، بنابراین شروع کردن مغالطه کردن و اختراع کردن. و مشهور است که امام اعظم ابو حنیفه 80,000 مسئله فقهی رو طرح کرده و جوابش داده، فقها به وجود آمدن، مفسرین به وجود آمدن، چون این چیزی نداشته که عرضه بکنه. باری شما یک حرکت رو پس و پیش کنید، یک فتحه رو زمه بگید، آقا بگیرید عمامه ها رو پرت میکنن، داد و بیداد اینا. حالا در باب چی داره صحبت؟ در باب جن. شما فکرشو بکنید یک سوره از مفصل در باب جن جن هست، این آقا اجازه نده فکر کنیم در محتوا چه میگه. ازش میپرسن آقا این خورشید شبا کجا میره؟ میگه در چشمه لجن، همه مسنون، یعنی خورشید که ما شبا نمیبینیم قرآن میفرمان میره در چشمه لجن فرو میره، صبح دوباره میاد بیرون.
یا از اینجور حرفای واقعا عجیب غریب ویرد به قول معروف، یا اینکه این کوها میخ زمین هستن، اوتاد الارض هستن، یا از اینجور حرفای بیهوده واقعا یا اصلا ارزش علمی نداره و کسی جرأت نکرده آقا اینا چیه، اینا اصلا با خلاف عقله، یا این همه تضاد. آقای فروزنده ببینید زندگی بنیانگذار اسلام در مکه مثل زندگی خمینی بوده زیر اون درخت در نوشاتو. خب اسلام عزیزه، زن باید آزاد باشه، نمیدونم چی باشه، آزادی باشه، کمونیستا باشن، این مرد مهیله که در واقع شیاد دروغ زن کذاب یه حرفا رو میزن، به مذری که ما دست افتاد گفت میزنم تو دهنتان بسوزانید، دشمنان اسلام رو نابود کنید. اقلن نمیدونم میگویند بیشتر 50,000 جوان ایرانی رو کشتن به دستور خمینی. این همین داستان رو در نظر بگیرید. بنیانگذار اسلام، شما آیاتش رو بخونید، در مکه که هست چون زور دستش نیست و آدمای بزرگی در اونجا، اون جرأت نمیکرد که دستور قتل و کشتار این حرفا رو بده. همه سخنان شاعرانه است، معمولا معجزه کوتاه دستور نمیدونم فلان نیست. وقتی که نپذیرفتن سخنان ایشون رو و ایشون رو بیرون کردن که ایشون فرار کرده و ابوبکر، به محضی که رسیده محمد ابن جریر میگوید که به محضی که پای ایشون بایدین رسید، گوه آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت و آیه های قتال صادر کرد. شروع کرده عرض میکنم که دستور دادن، کاروان ها رو زدن، مکیان رو کشتن و ایجاد رعب و وحشت کردن و مدینه رو تبدیل به یک کمپ تروریستی کردن. مدینه شهری در شمال مکه است، یک شهر آرام تجاری و کشاورزی بوده، تبدیل شد هر روز یه دست کوه می آمدن یه چند تا سر بریده به دستشون تا تجسم کنه چه وضعیتی بوده. بنابراین در تضاد افتاده. شما حرفای خمینی رو اگر کنار هم بذارین کاملا متضاده، حرفایشون هم کاملا متضاده. آمدن چه کردن؟ خب مغلطه کاری نداره که، گفتن این ناسخ است اون منسوخ، یعنی خدا عقلش عوض کرده، بی عقل بوده حالا عاقل شده خدا، یعنی دیروز چیزی میگفته حالا چیز دیگه میگه، این چیز جدید اون چیز قدیم رو باشه صحبت کنید. اگه شما در ارتباط با آخونده هستید دیگه، آقای ناسخ و منسوخ چیه، این متشابهات و محکمات چی میگن، اینا جز مغالطه چیزی نیست، اینا پریشیدگی در این کتاب به حدی است که آدم گیج میشه واقعا. توجه بفرمایید، هیچ که جرأت نکرد بگه جز دو تن. آقای فروزنده دو مرد دلیر، بزرگوار و دانشمند، هر دو ایرانی، ابن راوندی و محمد ابن زکریا رازی، آمدن به طور کل منکر نبوت شدن که آقا این دروغی بیشتر نیست و اصلا میسر نیست چنین چیزی. رازی میگه خلاف عدالت است که خدا بیاید یک نفر رو برکشه بگه تو برو و نماینده من هستی، اصلا چنین چیزی میسر نیست. ما معیار قضاوت ما خرد ماست، باعث خرد رو کار ببرن، هیچ چیز این اسلام و دین با خرد سازگار نیست. ابن راوندی هم میگوید کسانی که گفتن ما معجزه دیدیم جبرئیل فلان اینا، میگه همه توطئه و دروغ بوده و اتفاقا این دو ناقد بزرگ رو داریم ما به تصریح. فردوسی یکی از بزرگترین کسان هست که او نیامده برخورد مستقیم بکنه با هد آن کلیژن به قول این جای ها مثل رازی، درگیری مستقیم بله با مثل ابران، اما برای ما مردم سعی کرده داروی نیرومند بسازه با ساختن شاهنامه، با برکشیدن بزرگی ها و فرزانگی ها، با شخصیت سازی و اعاده حیثیت، که ما وقتی به این محتوای این کتاب پی بردیم این اسلام رو بسیار حقیر میبینیم. بنابراین علت دشمنی آخوندها با شاهنامه و فردوسی از اینجاست، میدانند اونها میدانند. شما یک آخوند پیدا نمی کنید، اعلام کردم من، اگر شما وطنان عزیز من به منزلی آخوند رفتین یک شاهنامه دیدین بیاد بفرمایید من قبول میکنم، شاهدم نمیخوام، همه حرفامو پس بگیرم، من حال آخوند و ملا و اهلوی یک کتاب شاهنامه در کنهش داشته باشه. امکان نداره چنین چیزی، مگر انتیک باشه بخواد بفروشه پولشو بخوره. توجه میکنید؟ بنابراین فردوسی به گونه ای بدونی که با درد بخواد مستقیم رو برشه، درمان رو برای ما گذاشته، حکمت، خرد و فرزانگی، و خوب میدانسته چه میکنه، خوب میدانسته چه میکنه. ما حکیم عمر خیامی رو داریم با اون روایه های بسیار بسیار حکیمانه که نقد دین میکنه. حافظ رو داریم، سعدی یکی از ناقدان بزرگ اسلام سعدی است، با هر حکم ضد بشری اسلام سعدی یک داستان شیرین ساخت در باب همین حکم فضولی بیمزه خنک بیهوده که نهی از منکر کنید و نمیدونم چه، یعنی فضولی کار مردم دیگه،
اون داستان زیبایی را آورده که میگوید که من رفتم به یک جایی، دیدم یک دختر زیبایی بود، خیلی خیلی زیبا، ناگهان یک مرد سیاه پوست بسیار کریه المنظر اون رو در آغوش گرفت و من نتوانستم تحمل کنم. مرا امر معروف دامن گرفت، فضول آتشی گشت و در من گرفت، طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ که ای ناخدا ترس بینامونه، میگه زدم و سیاه فرار کرد. بعد این دختر یقه منو گرفت و ای فلان شده ای فلان ابن فلان ابن کذا و کذا، من یک عمر منتظر این مرد بودم، تو گرما گرم از آغوش من او رو به در کردی، سعدی میگوید. بنابراین اینو بوده ناقابل هر چیز ضد بشری. بنابراین سعدی به گونه ای نقد میکنه با بیان لطیف و داستانهای زیبا و زبان بی نظیر تا برسیم به احمد کسروی و این ترند به قول معروف، این رشته و این سلسله رو ما از ابتدا عبدالله ابن مقفع داریم در نقد اینها تا به امروز، و ایران تنها کشوری است که با این نبرد کرده در منطقه، با شمشیر و با قلم مقابل این آیین بیابانی و نمایندگانش ایستاد ایرانی. و بعد حتی اختراع تشیع، اختراع تشیع یک ابداع بوده، یک ابداع ضد اسلامی بوده. ما این کار کردیم که هویت ملی رو حفظ بکنیم و در مسیر اسلام مستقر نباشیم و در واقع رنگ آیین عربی نگیریم. این اختراع خیلی نبوغاسای بوده که گرده برداری از آیین باستان بوده. ولی همین اختراعمون امروز گردنمون رو بله امروز به صورت دوال پا شده. بله 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 درست قبول میکنم، خودمون رو خفه داره میکنه. بله بله امروز ما رو داره خفه میکنه، امروز یک دوال پای شده که گردن ما رو میگیره. اما اینها هرگز نه فکر میکردن، نه ارزه اون رو داشتن، نه تفکرش رو داشتن، نه لیاقتش رو داشتن، نه اینا مردم در ردیف گدایان بودن. اینها و گداها، گدا و آخوند و اینا یک جیه درجه بود، 5 تومن میدادی من روزه میخونه میرفت دنبال کارش. نبود بنیاد سیاست در مملکت ما در روزگار گذشته سبب شد که این خلا اینجوری به این وجه این عرض میکنن داستان پیش بیاد. و اگر این سر نقد دین، امروز بسیار هستن ناقدان دین، امروز قلمها آزاد شده، اینها بررسی شده. و یه علتی که مسیحیت محترم مانده، این آخوندهای ما در قوم جاهدی که مفخوری میکنن و امروز خوشن، فردا خوش نخواهند بود. اینا که به این اسلامشون و این چیعشون و این دستگاه ابو عبدالله الحسینشون اینها معتقد هستن که این باید بماند، بایستی بیرون بکشن از این قضیه پاشون رو، از این داستان دایره سیاست و آدم کشی و جنایتی که میکنن، وگرنه این آینده نخواهند داشت آقای فروزنده در مملکت ما. و اسلام عزیز چون اجازه نقد نداده، اجازه بررسی نداده، همچنان خشک و جامد مثل روز اول باقی مانده. علت این مسیحیت توانسته محترم بماند دو چیز بوده، یکی درش نقد شده از روزگار لوتر، یکی همین که از سیاست کنار گذاشتن. حتی آمریکایی‌ها انقدر بزرگوار بودن که در تعریف سکولاریسم گفتن ما جدایی دین میکنیم از حکومت برای احترام و پاک داشتن دین. بزرگان مسیحی هم کمتر از اینها جنایت نکردن در قرون وسطا که من به شما داریم. من شما عرض میکنم هزار برابر اینا جنایت کردن. اینا قرن پنجم، یعنی از روزگاری که کار به دست کلیسای روم افتاده تا رنسانس و بعد، اینها جنایاتی کردن که این آخوندها به خوابم نمیبینن، باور کنید. یعنی میخوام من به شما اینو بگم، حماقت و سفاهت این آخوندها، آخوند مسیحی، حاخام یهودی یا آخوند شیعه، همه فرق نمیکنه. یک موش از کره در یک کشتی آبی طاعون آمده است به اروپا، آمده اروپا سابقه طاعون نداشته، بیشتر از 60 میلیون اروپایی بر اساس طاعون از بین رفت. اینا چه کردن؟ کلیسا اول یهودی ها رو متهم کرد، شروع کردن گردن زدن یهودی ها، دیدن طاعون داره میشه. جیپسی ها، یه عده جیپسی هستن دوره گرد کولی ها، بعد گفتن تقصیر این زنه، زنها از میکنم از روح شیطان هستن، دنده چپ نمیم چی، از این مزخرفات لاتایر. 500,000 زن در اروپا به قتل رسوندن، در مقابل کلیسا آتش زدن، به جهت این گفتن شیطان رو، دیول رو فقط به آتش میشه نابود کرد. این است که اینا اینقدر احمق بودن واقعا، و ابزار شکنجه هاشون هنوز هست، هست هنوز هست. یعنی اگر کسی یه سخنی میگفت که کوچکترین در اختلافی داشت با همین کتابشان، او رو یا میکشتن به سیاهچال میانداختن شکنجه میکرد. آقای مشیری، در خلال فرمایشاتون اشاره کردید که تشیع یک دین ایرانی است، اختراع ایرانی است برای مقابله با اسلام، و من از حضورتون
این نکته رو مطرح کردم که این الان گریبان خود ما رو این تشیع گرفته، درسته؟ بله، اجازه بدید پس توضیح بدم که بعد سوء تفاهم نشود که ما چه گفتیم. ببینید، شیعه اساساً یعنی پیرو. ابن خلدون به ما میگوید که شیعه یعنی پیرو، یعنی در روزگاری که شیعیان علی بودن، شیعیان عثمان بودن، شیعیان معاویه بودن، یعنی کسانی پیرو بودن. اما انقدر این شیعیان علی اصرار ورزیدن که این شیعه که یک اسم عام بود، نکره بود، تبدیل به اسم خاص شد. یعنی ما میگیم شیعه، میدونیم کیو داریم صحبت میکنیم. البته بگذاریم که 124 نوع شیعه بعد به وجود آمد، اما این دوستان علی 3 تا 4 نفر بودن، اونهایی که در از بزرگان بودن، از صحابه بودن. اینها مقداد بود است و عرض میشود که سلمان بود است و یکی دو نفر دیگه. دوستی نداشت علی، اما در کوفه و در بصره با اینها فقرا بودن، اسرا بودن. اینها در واقع بیزار بودن از حاکمان عرب. اینها گفتن ما طرفدار حاکم معزول هستیم. اینا نخستین شیعیان پیروان هستن. بنابراین اندیشش عربیه در اصل ابتدا، یعنی طرفدار علی و بچه‌هاش بودن. بعد اما ساختار فکریش رو ایرانیا تکمیل کردن، خاندان نوبختی، خیلی از شیعیان ایرانی و گسترش دادن و در ایران زمین‌هاش گسترده شد. ابتدا شهرهای قم و کاشان رو عرض می‌کنم داریم و در شمال سبزوار رو داریم و مازندران رو که در شهر شیراز و بعد از روزگار صفوی هم به واسه همون زمین‌هایی که بود و اینها یک سره ایران چیه شد. اما این شیعه پناهگاهی بوده که ایرانی بتواند تفاوت کند در نگاهش به اسلام با اون عرب عربستان سعودی. این است که این رو یک نوع تحریف دین میشناسن. به عنوان مثال همین اشهد ان علی ولی الله، علی کی بوده که کسی اسم رو در اذان بیاره موقع مناجات؟ اصلا چنین چیزی نزد آدم سنی غیر قابل قبوله، چون میگه این سنت رو محمد گذاشته، از آن به بچی که محمد گفته بود و بلال حبشی میخوند و گوش مسلمان بیدار کرده اون بود. اصلا علی دو بار ولی الله، علی حجت الله، هرچی خواستن کرده. بنابراین یا فرض فرمون در موضوع همین سیغه بسیار متنفرن اهل تسن از این متعه، یا در مورد تقیه که این دروغه، یعنی دروغ جز دینش هست، اینا چیزهاست که ایراد میگیرن. یا خمس، خمس چیز بسیار حرام و کثیفیست. آقا خمس یعنی یک پنجم مال دزدی رو میتونید شما خمس کنید، کمون که عرب که دزدی میکردن دستور آمده بود که یک پنجمش بدن به خدا، خدا چون نمیخواد بدن به رسول. ها، این خمس بوده، مال مفت، خمس مال مفته، نه مالی که با عرق جبینو کردی. یعنی کجا میشود که 20 یک پنجم مال تو به کسی بگه؟ چقدر منفعت میکنی یه پنجمش به آخوند بدی. بنابراین این چند مورد هست که اهل تسنن بیزار هستن. اما ساختار این تشیع که مبتنی هست بر امام غایب، این عرض کنم که آیین زرتشت هست چنین چیزی. آخرین سوشیانس میگوید از دریاچه بروز میکند و ظلم رو همیشه نابود میکند. این رو انداختن به چاه، چون در منطقه دریاچه نبود گفتن در چاه بوده. اینه که کتاب ها هست مثل فضائل الروافض و اینها که میگوید که این رافضیگری همون گبرکیگری است، البته با زبان تلخ و توهین میگه دیگه، همون گبرکیگری است که سر از گریبان رفس به در آورده. اینا رو علمای سنی به علمای شیعه میگفتن، با علمای شیعه. امروز همونجوری که فرمودین ما رو داره خفه کرده. یعنی ببینید، توهینی که به ایرانی نشده نبوده، تحقیری که از ایرانیان کردن اینها بدتر از اون نمیشود کرد، جنایاتی که در حق بچه های ایران کردن از اون بدتر، خفقانی که اینا ایجاد کردن از اون بدتر نیست. و اینا درست همون کار اسلام رو کردن، فرمول اسلامه. حالا عرض میکنم اینا سوال دیگه. ببینید اسلام که اومده چیکار کرده؟ دست دزدان رو در دزدی باز گذاشته. شما در اطراف مدینه دزد انفرادی بسیار بوده، وقتی اسلام اومده دیگه یک دوز انفرادی هم پیدا نمیشد، چون همه دست جمعی شده بودن. هیچ کس از کسی نپرسی حالا که داری مسلمان میشی سابقت چیه، آیا آدم کش بودی، متجاوز بودی؟ تا اونجا که شما شمشیرت میبری در اختیار اسلام میذاشتی خیلی خوب بودی، جان بهتون بهش بود. آخونده هم همین کاری کردن. وقتی جنگ چیز شد، همین جنگ متاسفانه جنگ ایران و عراق و اینا که باقی مونده بودن دور خودش جمع کرد، سپاه پاسداران اینا رو درست کرد و بسیج. میگه مملکت مال شماست، دست شما بازه به مال و جان و ناموس این مردم. آخه شما دیدید که یک سازمان ارتشی کنترات نفت هم داشته باشه، لوله کشی هم بکنه، ساختمان سازی هم بکنه. اینا تقسیم بندی کردن بین این اجامر و اوباش،
این رؤسای سپاه پاسداران اینا جنایتکاران هستن و امیدوارم یک روزی ما اینا در محاکمه ببینیم که گریه بکنن و بگن تقصیر ما نبود، مثل نازی‌ها تقسیم کردن به اینا. عین داستانش، شما نمیتوانید به یه آخوند رو متهم بکنید تجاوز کرده، فیلمش هم هست، شاکی میره شاکی رو میزنن به آخوند مقام میدن. یعنی چی؟ همون رفتاری که با موالی و نوکران میکردن عرب، موالی ایرانی که حق نداشت از آقای عرب شکایت کنه به جایی که میزدنش مردک برو گرد گفت کن تو زعیم عرب چه میخوای. داستانی که ما نشون دادیم که این آقا زن آقا رو آورده در منزل مقابل فیلم ریپ میکرد، بهش تجاوز میکرد، در واقع آخوند این مقام دادن. در دانشگاه ارومیه بود، کجا بود که از این اساتید آخوند زنجان بود، بهش مقام دادن، دانشجو رو زدن. یعنی رفتارشون مثل با کمتر از انسانه، یعنی ما ایرانی ها کمتر از انسان هستیم، اینا وارث سنت رسول هستن و عرض میکنم که نماینده الله هستن، نماینده امام زمان. آقای مشیری جانم، شاید این تجاوزهای دست جمعی که این روزها در ایران هم باب شده، بله، به زنها و دخترهای مردم، این هم یه حکم شرعی داره؟ بله 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 بله. ببینید ما خبر نداریم، آرام آرام توسط مطلعین بیرون میاد. ببینید ما در اسلام واژگان ضد بشری داریم که همون صدر اسلام اختراع کردن. ببینید کافر یکیشه آقای گرزند، کافر، کافر یعنی شما یا مسلمانی یا علل اطلاق کافری. کافر خونش نجس، مالش حلال، اینا کافر کتابی داریم، کافر حربی داریم، اینا رو باید بدانیم. ببینید کافر کتابی مثل یهودی کافره، اما خب کتاب داره. زرتشتی کافره، اونم زرتشتی هم در واقع تبصره گذاشتن، کتاب داره. مسیحی کافر هست، در کافر بودن شکی نیست، ولی کتاب داره. حالا که کتاب داره ما چه رفتاری میکنیم باش؟ به ما جزیه میده، باج دین میده به ما، بخواد مناسک دین مراسم دینش رو باید کنه باید به ما باج بده. این یه کافره. کافر حربی داریم، مثل کیا؟ مثل هندوها، مثل شینتو ریلیجن، تمام ادیان چینی و اینا کافر. اونا ما باید بکشیم، اونا رو ما مسلمین و بهاییت هم جزء ایناست دیگه. بهایی که بله دیگه، فرقه زاله بهایی میگن. واقعا اینا نفرتی که از بهایی دارن هیچ کی ندارن. ببین چرا؟ چون دکان تعطیل، با آمدن بهاییت دکان تعطیل. گفت آقا امام زمان تمام شد دیگه، دکان آخوند، بنابراین این دکان قدیم تعطیل میشد با وجود ادعای که سه دم امام. بنابراین بیشترین نفرت رو اینا از بهایی دارن، میگن فرقه زاله بهاییه. چون دکان ما رو شکم، ما آقا اینا شکم پرست و دنیا پرست و طماع هستن، اینا میخوان مردم رو غارت بکنن بخورن آخوندها، تحمل بهایی میکنن. پس بهاییت در واقع یه خدمت بزرگ هم کرده، بسیار بسیار بزرگ، با حل مسئله امام زمان یک مشکل بزرگ از سر مردم ایران من برداشته. فکر کنم اگه همه مردم ایران بهایی شده بودن خیلی چیز خوبی بود، چون در بهاییگری آخوندم نه، من مبلغ بهایی نیستم، خیلی هم ایراد دارم به این حرفای سید علی محمد باب و بهاءالله و اینا رو من گفتم، میدونن هموطنان، بنابراین ما بچه‌اش نزنی. ولی این نکبت غلیظ که همین آخوندی شیعه هست، این بسیار بسیار روشنفکری ایجاد کرد. همین جمهوری سید علی محمد باب، بسیار وطن دوستان و متجددین از این زمینه بیرون آمدن که در مشروطه خود خدمت کردن. بهایی نه ها، بهایی چیز دیگری است که ما گفتم ما وارد سیاست نمیشیم. یا آقا پدر جان تو اینجا هستی به خاطری که سیاست، یعنی تو اصلا وجود سیاسی اینجا، چطور وارد سیاست نمیشی؟ میدونی بابیا بابی خیلی خدمت کردن، بهایی ها تن زدن از کار وطن، چون جانشون در خطر، شاید در ایران میدونی الان 7 8 نفر بهایی رو گرفتن به جرم های بیهوده و واهی، جاسوس اسرائیل. آقا یه باش آدم بیچاره سلیم و نفت، آدم های حسابی داشتن، چون یقشون گرفتن، چون کینه و نفرتی که اینا از بهایی دارن اصلا یه چیز غریبیه، اصلا قابل حل نیست، اصلا قابل حل نیست، اصلا خاصیت بشنوه. بنابراین واژگان ضد بشری اسلامی که دوتا نیستن آقای فروزنده، کافر، ملحد، مرتد، زندیق، باقی، یاقی، عرض کنم محارب و خدا، مفسد و فل عرض. بنابراین مثلا باقی از بقیه، نه باقی، اینا اومدن برای مجاهدین حکم بقی، باقی ترکن، باقی یعنی که شما میرسید اینا بزنید و بکشید و به زنانشون تجاوز کنید، مادران رو جلوی پسران بزنید، پدران رو جلوی بچه ها تحقیر کنید بزنید، زخمی هاشون رو به بیمارستان نبرید، انقدر بزنید که بمیرن، و وقتی هم که مردن حکم خمینی است که اینا رو خوراک سباه کنید، هر کنی در بیابان‌ها جانوران بخورن. رفتن گفتن امام ما اینقدر جانور دور تهران نداریم پلنگ و شیر که جسادا رو بخورن. گفت خب خاک کنید، اما نگذارید که یادبودی سنگ قبری بر این باشد،
اگر که صاحبان جسد در واقع کارشون در تعمیر این قبر مکرر شد، با بلدوزر چیز کنی و قبر آتش بزن. این حکم باقیه. حکم باقی رو همین آخوند معروف پسر خودشو کش، بفرمایید اسمشو. خب جنتی. بله، منظور این که باقی هست، یعنی اسلام تحمل مخالف رو به هیچ وجه من الوجود نداشته. مثلا در قرآن فوش رکیک هست، همین تبت یدا فلان حبیله هم بنابراین هم فوش میده، هم برچسب میزنه، هم میکشه، سر میبره. فاشیستیه دیگه قرمت برن، یعنی این بعد فاشیستی سر جاش هست، یعنی مخالف نمیتونی باشی. چگونه است که فرض کنی که من امروز مسلمانم، فرد میخوام عقیده هم عوض کردم، میدونه حکمشیه؟ تمام کارتون. ببینید، بنابراین این بسیار سفیهانه است و بسیار ظالمانه است. حالا ببینید چرا این کار رو کردن؟ به جهت اینکه این عربای مدینه، اهل مکه که میمدن برای چیزی، اینا رو هاستج میگرفتن با خنجر. اینا میگفتن که مسلمون میشی؟ میگو مسلمون میشم. بعد فرصت که بدم که فرار میکنم پیش قبیلش، گفتن آقا اینجوری باشه همه فرار میکنن، پس دستور صادر میکنیم که کسی که مسلمون شد دینش عوض کنه با سرش برید. ببینید چقدر دموکراتیکه. و خنده آور اینه که یه عده میگن اسلام دموکراتیک. آقای مشکلی، یکی از ویژگی های یک ناقد در اسلام و در تشیع چه دستاورد مثبتی بوده؟ بدیهاش رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، عرض میشود که در قرآن شما نگاه کنید، قسم بندی آیات بسیار زیبا و انسانی هست، اما تعدادش کمه. شاید 75-76 آیه هست که نقصی شما نمیتونید نه به محتواش بگیرید نه به بنیاد استدلالیش. بسیار انسانی و خوب. مسلمان ها بسیار آدم های خوبی هستن، فقیرن اما طبعشون بلنده، مادی نیستن. شاید تشبه برین هند و اندونزی، اونجا ببینید چه انسان های شایسته هستن. مسلمان ها بسیار مهربان، سلام علیکم شما رو بغل میکنن. این برادرهود اسلامی خیلی زیباست. یک بهترین دستاوردی که بوده، اگر دستاوردی بوده، که با طبقات مخالف بوده، با طبقات مخالف بوده. این اعتبار رو باید بهش داد، یعنی اینکه مثلا در مملکت خود ما طبقه بندی بوده دیگه، میدونین چهار طبقه از روزگار زرتشت. حالا اسلام چرا به طبقات معتقد نه؟ نه اینکه از برکتش بوده، به جهت اینکه مردمان بیابانی رو که آزاد هستن و نه آدرسی دارن و نه جایی دارن و نه به اونا میشه زور گفت، نمیشود به طور طبقات گرد هم جمع کرد. بایستی شما از زاویه اخوت و برادری و مساوات در حقوق اینها رو جمع کنید. بنابراین این بسیار خوب بوده. سخن در باب یتیم داره زیباست، در باب همسایه صحبت داره زیباست، خیلی چیز خوب هم داره. اما امروز ما با اون لبه فاشیستی اسلام عزیز دوباره هستیم. توجه میکنید، مهری داره، در دوستی سخنها داره، عرض میکنم در حقوق همسایه سخنها داره، در باب مثلا میگم مناسبات اجتماعی چیز قشنگ داره، در باب عیادت بیمار چنین و چنان داره، اینا هست. اما تضاد بسیار داره، یعنی گروهی که کارشون راهزنی بوده بعد میگن دزدی نکنی، پر تضاد رفتاری است. یعنی این که دزدی هم خوبه هم بده، قتل هم خوبه هم بده. بنابراین یک کسی میتواند بهترین آدم باشه، مسلمان باشه، قاتل هم باشه، میگه کار اسلام کردم، آقا کافر، من رفتم کشتمش. چون میکردن شکنجه خوبه در اسلام. مواردش هست که خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله شکنجه میفرمودن، چشم در میوردن و دست میبریدن و اینا. قدی باشیم سر این، یعنی چی که پیامبر اسلام شکنجه میکرده و شکنجه جنبه مثبتش تعذیر اسمش گفتن تعذیر. ببینید، حالا عرض میکنم که شکنجهاش در چه مورد کرده. ما یه پدیده میخوام بشناسیم، باید تاریخش رو بشناسیم. یعنی که این لا تائلاتی آخوند به منبر میگه و این صحبت ها ماسپاری نبینیم چگونه زندگی میکردن. ببینید، اولین مورد شکنجهی که محمد کرده هر میشود که در باب شوهر صفیه بوده، از قلعه خیبر که در آوردن، اونقدر این زیبا بود که ایشون عباشون انداختن روی، ولی این شوهر داشت، نمیشد زن شوهر دار. آمدن گفتن این آقا گنج داره. گفتن گنجا کجاست؟ گفت که من گنجی ندارم. دستور داده است مطابق نص واقعی و طبری و مدائنی و سایرین که زبیر این رو شکنجه کنه، بگه پولاش کجاست. حالا اینجا تضاد پیش میاد که شما که رسول الله هستی میگی من از همه چی خواهم، جبریل به شما میگه پولای این کجاست.
اونقدر اینو شکنجه کردن تا کشتن و زن ایشون رو تصاحب کردن. این موردش پیامبر اسلام تصاحب کرده. بله بله، یعنی طوری بوده، واضح بوده این کار و حقیقتاً عجیب غریب بوده که واقعی میگوید که شبی که خیمه زده از عدیم که با این زن بخوابه، بیدار شد دید یک عربی از دوستانش با شمشیر ایستاده اونجا. گفت چرا چیکار میکنی؟ من تسلیم قوم خیشای زن، بیام به شما صدمه بزنم. یعنی کار انقدر غیر قانونی و غیر اخلاقی بوده ایشون کرده. یک مورد دیگر این است که 23 نفر، حالا بعضی دوستان میگن که کار بد جزاش کار بده به اندازه خودش، خب میگوید که 23 نفر از یک قبیله آمدن مسلمان شدن، اما فضای مدینه آبش آلوده بود، هرچه بود اینا بیمار شدن. به پیغمبر گفت ما بیمار شدیم. گفت بروید پیش شتربان من ریاه، اونجا شیر شتر بدوشه، شتره اختصاصی رسول، و بخورید حال تو خوبشی. اینا رفتن دیدن در بیابانی کسی حمله زدن، این شتربان رو کشتن و شترها رو بردن. خب 23 نفر هستن، فرستادی اینا گرفتن آوردن، دستا اینا رو بریدن، چشما اینا رو کندن به دستور رسول. 23 نفر رو در جزای یک نفر، اون جزا سیعتون که بعضی دوستان میگویدن اینها سیعتون مثلها، اینجوری نبوده. به جزای کشتن یک تن 23 نفر رو میگه اول دست و پا بریدن، مولا علی میبریده معمولا، و چشما اینا رو کندن و بر اون زمین گرم همی تپیدن تا ببردن زیر اون آفتاب داغ مدینه. بنابراین وقتی که مجلس این آقایان میگوید که شکنجه نباشد، آخوندهای نگهبان میگن شکنجه اسلامیست باید باشد، درست میگن، آخوند درست میگن، اسلام شکنجه درش بوده، خود رسول شکنجه میکرده. این است که رفتار او و سیرت او از مأخذ عمده اسلام است. یکی از نکاتی که ما در اسلام داریم و به حال حکم خدا هست، حتی اگر مسلمان باشید و انجام نداده باشید، بر به حال بازماندگان شما از که اون رو انجام بدهند، حکم در مورد نماز هست. بله. و چه در بین سنی ها چه بله. در بین شیعه ها با تفاوت هایی که دارن. بله. در نماز مسلمان ها چه میخواهند بکنند؟ آیا ما شبیه این سنت نماز رو یا حکم نماز رو در سایر ادیان هم به همین ترتیب داریم؟ این حرکاتی که در طی نماز انجام می شود، هر کدام از اینا چه معنی داره؟ ببینید نماز، اینم گرته برداری است باز از آیین زرتشت، این شیوهش رو شما بایستی در هر سال 1850 بار مقابل این خدا بنویسی، این کار رو انجام بدی، به هیچ کار زندگی دیگه نمیرسی در واقع. یعنی اسلام در واقع دین نیست، یه شغل فول تایمه. آقای فرزند شما فکر کنید میخواید کارگر کارخونه صنعتی هستید، میخواید که مراسم رو انجام بدید، چگونه میسره که صبح نماز، ظهر نماز، عصر نماز، شب نماز، چی نماز؟ و بعد اگه از من میپرسید سوره فاتحه، ما خیال میکنیم فاتحه رو برای مورد فاتحه و فتح و مفتاح، اینا یه نشانی اوپنینگ، یعنی ابتدا باز کردن، یعنی کتاب با این باز میشه. فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن مالک یوم الدین، و اونجا که میگرد اهدنا الصراط المستقیم، اینجاش خیلی خوبه. بعد خبث ذات رو و نفرت از دیگری رو اینجکت میکنه، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی کسانی خدا بر اونها خشم گرفت، یعنی یهودیا، و ضالین یعنی مسیحیا. یعنی هر مسلمانی هرگاه که این رو میگوید، معنیش این هست که کینه مسیحیان و یهودیان رو به دل بگیره، که ایشون نقشش این بوده که بالاخره با یهودیا دشمنی کنه، بکشه، کشت و بیرون هم کرد. خود شکل این نماز من فکر می‌کنم با کرامت انسان مغایره، یعنی که شما به این وضع واقعا توهین‌آمیز هی زانو بزنید و اون اعمال انجام بدید، من فکر می‌کنم که هیچ انسان بزرگواری، فرض کنید که شما پادشاه جهان، چاپلوسان گرد شما می‌گیرن، شما باورتون میشه که مثلا بزرگترین موجود یا چیز خود است، آیا حاضرین یه آدم اینقدر به حضور شما پا بیفتون بیفته هر روز؟ امکان ندارم. یک انسان بزرگوار حاضر نیست که کسی این کار رو بکنه در مقابلش، تا چه رسه به خدا. این رو برای خرد کردن غرور عرب، چون عرب مردمان گردن فراز و بسیار دلاوری بودن، به خاطری که غرور اینها رو خراب بکنه و اینها رو تحقیر بکنه و اینها رو تسلیم بکند، این طرح رو ریخته. در نهج البلاغه
علی چندین بار تکرار کرده است که این نماز برای شکستن غرور شخصه. آخه آقا آدم میخواد با خدا نیاز نیاز کنه، میسته، لباس مرتب میپوشه، میره در معبد میسته، ذکری میکنه، تمرکزی میکنه. آقا این چه شیوه ایست از چیز؟ و یکی از روانشناسان دین میگوید که اینا که در مقابل خدا میستن و از این کارا میکنن، بعد شروع میکنن هر صفتی که اینها دارن به خدا بدن. تو کریمی، تو علیمی، تو چنینی، تو چنانی، تو صاحب قدرتی، من هیچی نیستم، یک بنده بدبخت ذره بیشتر نیستم. هست صفات عالی خودش رو از خودش سلب میکنه. اریک فروم، این سخن اریک فروم هست مبتنی بر سخن هگل، یا حرف از هگله در واقع، این توضیح داره. تو بزرگی، یعنی داره خودش تغییر میکنه، همه صفاتی هست. خدا که ما نمیدیم داره چه صفاتی هست. حکیم ما فردوسی در ابتدای شاهنامه میگوید که از نام برتر است، از نام و نشان و جایگاه بالاتر است. معنی است که ما هر نامی بو بدهیم خطا کردیم، چون ما ماهیت خدا رو نمیدانیم که نامی بهش بذاریم. درسته؟ درسته. بنابراین همه اینها صفات انسانی است. علیم و قدیر و بصیر و خبیر و همه اینا صفات انسانی. میگه همه صفات خودش رو میده به خدا. بعد هر چه زمان میگذره این فقیرتر میشه. به لحاظ روانی آدم فقیری میشه. فکر میکنه شجاعت نداره، فکر میکنه که علم نداره، فکر میکنه که شرافت نداره، همه چی داره به خدا، فقیر شده. حالا که فقیر شده در با این نماز کذا و کذا دیگه، حالا بیچاره شده، ایستاده میخواد یه چیزی اون خدا به این پس بده، میفته به گریه کردن. سر دیدین گریه میکنن سر نماز؟ میگن گریه هایی که میکنن ماری این است که یک ذره از شخصیتی که نداره دیگه این خدا بهش پس بده، ولی خدا که نمیده. در مقابلی شروع میکنه بیشتر خودشو تحقیر بکنه. کار به جای میرسه که خودشو به سگ و روباب و خرس و اینا شو میکنه تشبیه کردن. خدایا من سگ روسیه تو هستم، من نمیدونم گربه نمیدونم فلان علی ابن ابی طالب هستم، نمیدونم سگ حسین هستم. شروع میکنه از این حرفا زدن، به جهت اینکه دیدی که شخصیتی براش نمونده و در منتهای ضعف اخلاق و انحطاط اخلاقه. اینو روانشناسان دین به ما گفتن. بنابراین خود شیوه این کارم یه چیزیه آقای فروزنده. بله ببینید، شما اصلا دین به دردی هیچ حقیقتی نیست، چون شما نگاه کن جغرافی دین رو معلوم میکنه. پس که 10,000 دین در جهان هست، اگر حقیقتی هست یکی از اینا بیشتر راست نمیگن، پس بقیهش دروغه. درسته؟ مسیحی میگوید من بر حقم، مسیح خداست یا پسر خداست. اسلامی میگوید که محمد فرستاده اوست، ما راست میگیم. بودایی هم همینه میگه، شنتو هم همینه میگه، هندو هم همینه میگه. بنابراین یکی از ایرادهایی که ناقدان دین در گذشته گرفته این است که پس اینا همه اینا دروغ میگن جز یه نفرشون. البته این یه فرض استدلالی ها، اونم دروغه، یعنی که پایش بر عقل که نیست عزیزم، بر استدلال نیست، بر مشاهده و تجربه نیست. بنابراین به طور کل اینایی که سعی میکنن که رنگ علمی بدن به دفاع از دین کار بیهوده میکنن، چون اصلا کلیت دین دو دقیقه در مقابل استدلال پایداری نمیکنه، همش فرو میریزه. همین وجود خدا، مسئله عدالت، مسئله نبوت، همه اینا مغالطه است، همش مغالطه است. اصلا موضوع بدی در جهان رو چگونه تبیین میکنه یک نفر خداشناس؟ آیا سرچشمه بدی ها خدا هست یا خدا نیست؟ اگر نیست چرا نیست؟ اگر هست چگونه؟ کنفوسیوس حرف خیلی عمیقی زده. کنفوسیوس ادیان چینی و هندی میدونید که وارد تشکیل خدا نشدن، هیچ کدوم سخن خدایی که ما میشناسیم نشدن، موضوعشون انسان بود. میگوین آقا چرا راجع به خدا صحبت نمیکنی؟ میگوین ما انقدر مشکل داریم که نمیرسید به این بحث بپردازید. یعنی چی؟ یعنی خدا چیزی به نام خدا نیست که مشکلات ما رو حل کنه، ما بایستی انسان ها به هم کمک بکنیم و مشکل اینا نگاه اونا بوده. توجه میکنید؟ بنابراین در این کره زمین که 4.5 میلیارد سال به دقت عمرشه، میلیارد ها سال گذشت رفت، هیچ خبری نبود. حیوانات و گیاهان اومدن، حیوانات اومدن، هیچ خبری نبود. آدم های اولی همونه هیچ خبر نمود. به من از که یه زرمجان سرکله خدا پیدا شد. خدا رو بشر اختراع کرده، در واقع ساخته به جهت نادانی هاش. حالا من قول معروف هرگز مدعی نیستم که خدا اون نیست یا خدا هست. اصلا این سخن مهمله. هر موقع صحبت از خدا میکنیم داریم مهمل میگیم آقای فرزند. چون یه چیزی رو داره میگیم که از حوزه تحقیق بیرونه. ما بعد و طبیعی از حوزه تحقیق بیرونه. تا روزگار امانوئل کانت بحثی بود. ایشون اومد و به طور کلی در بحث رو بست و گفت آقا ما میخوام به شما این رو بگیم که این ذهن ما اصلا ساخته نشده ما بعد طبیعه رو درک کنه. ما توانایی درک ما بعد طبیعه نداریم. بنابراین بحث ما بعد طبیعه بحث مهملی است. چگونه میخوام خدا رو بشناسیم و
در بابش صحبت کنیم، جز این که ما آدم از فرط ضعف تکلیقا البته دین تنها موردی که وجودش مثبته یک حس اطمینان به زندگی و حس بیهودگی نکردن توجه میکنید، وگرنه اصولا امروز به خصوص نزد راسیونالیست های انگلیس شما بحث ما بعد اتابی کنید اصلا به حرفتون گوش نمی کنن. آدم مثل آیر و راسل و اینها یا کسانی که در مکاتب اینا درس خوندن مثل ویتگنشتاین که اینا بزرگترین فیلسوفان هستن اصلا بحث ما بعد تعریف بحث مهمل میدونن. سپاسگزارم آقای مشیری، باورتون نمیشه که وقت برنامه تمام شده. از حضورتون بسیار سپاسگزارم، به امید اینکه مجددا شما رو در این برنامه داشته باشیم.